بازم خوش آمدین. بامداد خوش است و مهمان ما در این بخش آقای جلال روحانی هستند، کارگردان سینما. بسیار خوش آمدین. سلام بر شما. سلام بر شما. بخیر. صبح بینندگان تلویزیون طلوع و هموطنان عزیز ما. بسیار عالی. خب در آغاز در مورد خودتان میشه بگوین که چند مدت میشه که رو آوردین به کارگردانی و یه فرانتخاب کردین؟ سال 2009 بود که من شامل پانتون کابل دپارتمنت سینما شدم تا 2014 و در رشته کارگردانی و نویسندگی اونجا پانتون آغاز کردم و به پایان رساندم. و بعد در پالی از اینکه من درس سینما اونجا میخوندم و کارهای دیگه هم داشتم همراه فیلمسازهای داخلی و بیرونی، باعث تجربه و یا رانر در بعض وقتهای هم اتا اسیستانت دیگه پا کار کردم. و بعد از سال 2014 یا از دانشگاه فارغ شدم و بعدا به کارهای خود آغاز کردم. حدود 4 یا 5 فیلم تجربی کوتاه ساختم که یکیش بسیار استقبال شد، جشن فیلم آب بود و در بیشترین جشنوارهای داخلی و خب در مورد جشنواره بعدا میپرسم، چطور انتخاب کردین که کارگردان باشین؟ خب رشته که ما اونجا درس میخواندیم این رشته کارگردانی و نویسندگی بود. یعنی شما خودتان انتخاب کردین؟ بله، اونجا هم تدریس میشد دقیقا، چون نویسندگی هم بود کارگردانی هم بود، هر دو رشته تدریس میشد دانشگاه کابل. چند فیلم تا حال ساختین، کارگردانی کردین؟ برتون یادآور شدم که از دوره که من شروع کردم درس سینما را از کار تجربی و تافیلی 5 فیلم است و 2 دانه مستند است و 3 دانه فیلم کوتاهی داستانی است. بیشترین فیلم هایی که ساختین در رابطه با چی بودن؟ فیلم هایی که ساختیم راجع به کودک ها و تعلیم و درس بودن و هم فیلم آب هم که برتون یادآور شدم که هم درباره اطفال و درس و ایژوکیشن یک اپ هست. فیلم دوم، فیلم آخری فیلم که از خانم با کفشای بنفش، The Lady with Purple Shoes، خانم رو که میبینین و مشکلات زیاده که من افغانستان داشتم با اونر پیشی کرد، کسی گفتم حاضر نشدن و آخر یک دوستم است که دا آلمانی است و دعوت چون کردم آمدن افغانستان و در این فیلم نقش بازی کردن. فیلم کوتاه بلند؟ فیلم کوتاه است. فعلا تجربه فیلم بلند بسیار مشکل است در شرایطی که ما در افغانستان هستیم و یا بودجه که مثلا اصلا نیست که ما بسازیم. هر فیلم رو که ساختیم از بودجه خود و با همکاری دوستا. درسته. خب این فیلم به کدام زبان است؟ به زبان انگلیسی؟ زیادتر دیالوگ ندارن. زیادتر ما بله دیالوگ ندارن و میتونیم تصویر. و این فیلم بیشتر روی چی است؟ خانمی است که مشکلات و جار جنجال با شوهر خود داشته در قبل و بعدا و مشکلات زندگی که دارن بین خودشان و میخواه یک زندگی نوی رو تجربه کنن. درست. باز بعدا با مشکلات مختلف روبرو میشن و خوش هستم که باز هر وقت ریلیز شد ببینم. بله. چطور شما با مشکل برخوردین که نتونستین یک هنر پیشه خب از خود افغانستان داشته باشین؟ داستان قسمی بود، بعض صحنه‌ای بود که مثلا نمیت شد که برشون فلم نامه رو روان کردیم، حاضر نشدن که و نقش بازی کنن. بله، به اساس از او قبول نکنن. هر قبل سانسور بوده؟ سانسور هم طور چی در افغانستان خود گرچه سانسور وجود داره، در هر فیلم را که بخوایم که چی کنیم، از نگاه دیالوگش بگی، از نگاه تصویرش بگی، همه چی سانسور است. ما بشار مشکل داریم رسیم دیگه. و اگر دقیق هم دولت پشتش نمیگرد، اگر ببینیم فیلم های پاکستانی هم که در سینمای افغانستان چی میشن، ریلیز میشن و به نمایش میرن، اما ببینه اونجا سانسور نیست. سانسور سر کسی است که کار میکنه و سر فیلم سازایی است و یا هر از نگاه دیالوگ بگیم، تصویر بگیم، هر چیز بگیم. واقعا ما چیزی نمیگیم در این مورد، بی طرفی خود اعلام میکنیم به خاطر از اینکه ما خود ما مشکل داریم. واقعا چند جشنوارش را کردین و چقدر دستاورد در فیلمایتان گاهی رفته به جشنواره ها انتخاب شده؟ امسال که 3 جشنواره بود که شرکت داشتم، جشنواره اول که 11 جون بود در کشور چین که اونجا 5 فیلم از افغانستان انتخاب شد و 2 فیلمش لازم رقابت شد و در اونجا خوشبختانه که افغانستان جوایز مختلف را به دست آورد، هم در بخش کارگردانی و در بهترین فیلم. و یکی از داورای افغانستان هم اونجا بود، آقای جاوید تایمن داور بودن در جشنواره و این گروهی بود که از افغانستان اونجا شرکت کرده بودن
بسیار خوب. دیگه فیلمی که جایزه گرفت مینی سرگردان که از یوسف برکی بود و تهیه کنندش هم آصف برکی. جشنواری دومی که من شرکت کردم بود جشنواری بوده که از هر گوشه و از هر کنار دنیا و حتی از افغانستان تنها من شرکت کردم که به نام International Young Direction Festival بود که اینجا کل جوانان شرکت کرده بودن و پرودوسرهای مختلف بود آمدن بخاطر فیلم نامه داری یا پروژکت داری و میتونستن برات کمک کنن و فیلم تدیده و یکوانه بدبختی است که بعض فیلمسازهایی که در افغانستان آمدن و بودجه گرفتن با مشکلاتی که ما را بسیار مخالفین گرفتن و ما کار نمیتونیم یک پا حال کمک قید و قید را سر افغانستان نمی پرودوسرهای خارجی نمیتونن که باور داشته باشن اعتماد کنن. درست. از فیلمسازهای افغان، از کارگردانان فیلمهای افغانی خود ما کیا را دوست دارین و آیا فیلمهایشان را دیدین، تعقیب کردین؟ من کلشان را دوست دارم. تو گفته نمیتونم که هنرمند کلش قابل دوست داشتن است و اثری که میگذاره بخاطر که زحمت میکشه و ما نمیتونیم. ما قدر جامعه ما شما بزرگ هم نیست که ما کدامشه بگیم دوست داریم کدامشه نداریم. خانه سینمای افغانستان کوچک است. باید یک دیگر همه دوست داشته باشن و کمک کنن. و یکانه کسی که من در دانشگاه درس ما داد آقای برمک بود که بسیار زحمت میکشید. میتونست که درسایی که با ما تدریس کرده بودن و استادایی هستن و کل استادای دانشگاه را دوست داریم بخاطر که از ما آموختیم. آقای عزیز دلدار و سمیع الله نبی پور. و خب ما در اول گفتم که باید کلگی که دیگر دوست داشته باشیم به اینکه مثلا جامعه ما و هنر ما تو کوچک است مثل دیگر دنیا رو بزرگ نیست. وخن و میشه بگوین که در سینمای افغانستان واقعا خب مشکلات وجود داره، مشکلات مالی هسته، مشکلات حمایت کسی حمایت نمیکنن بخش سینما را و سوژه های بسیار زیاده هست در افغانستان که باید روی پرده سینما بره و از طریق سینما مشکلات مردم گفته شوه. شما فکر میکنین مشکل در کجا است؟ بدون شک حالا این گپا بسیار زیاد شده که مشکل مردم میان همیشه از دولت شکایت میکنن یا این گپا کلیشه ای شده واقعا. از نگاه شما من نیست یک جوان که همه چیز ما تازه است، هر کس باید خودش روی مشکلات خود کار کنه، سینمای ما رو چگونه میبینین؟ ما شخصا خودم از روزی که شروع کردم به کار و کسای دیگه ایرم که میبینم زحمت خودشان میکشن. بله. کسی که بخواه کار کنه به هر شرایطی که مثلا باشه کار میکنن و پول که اگر بخواین واقعا دوست داشته باشن فیلم بسازن و از یک طریق نه پول پیدا میکنن فیلم میسازن. و درست است در اول در کل کشورها در کل دنیا دولت سپورتر هر هنر یا سینما یا موسیقی یا تئاتر در هر بخش کمک می‌کنه بخاطر که ما وزارت داریم برام وزارت اطلاعات فرهنگ و کارهای فرهنگیشان است و بودجه میگیرن از هر طرف. و اینجا هم که ما می‌بینیم افغانستان مشکلات زیادی را داره، دولت بسیار مشکلات داره، نمیتونه که مختص به هر چیزی اندک فکر کنن و کار کنن. و اینجا هم که ما در این فیلمی که شما میبینین بسیار مشکلات را دیدم، یعنی 15 روزی خانمی که در افغانستان آمد و به خاطر امنیتش و به خاطر کارم و کل چیز دیگه مشکلات زیادی است. دیگه باید خود ما دست به کار شویم و کار کنیم، مشکلات کنار بگذاریم و به دنیا یک چهره دیگه از افغانستان نشان بدیم که همیشه فقر و بیچارگی ما را میبینن و بتوانیم که بیاین که یک تصویر دیگه از افغانستان داشته باشن انشاءالله. فیلم را که شما ساختن مشکل اقتصادی مالی بر نخوردین؟ طبعا بر میخوره. خب من پیش از اینکه بر بخورم فکر شکده بودم که آیا مثلا نمیشه که با بودجه کم بیایم یک کار را آغاز کنیم و مثلا من گفته باشم مثلا یک 5 یا 6 هزار و من او را تخمین زدیم به 10 هزار. بله. که خدای نخواسته در سر صد و سر کار به یک مشکل مواجه نشه. و دوباره باز درآمد خواد داشتین فکر میکنین از این فیلم هایی که ساختیم خود درآمد نداشتیم؟ متاسفانه بخاطر که ما سینما نداریم که ما او رو بارم در سینما نمایش بتیم و مردم بیای ببینه و تکت بگیری گپا. واقعا و مردم عزیز ما فیلم هم اگر ببینن شاید هندی زیاد ببینن. فیلم هایی که شما دوست دارین ببینین و میبینین
کدام فیلم هست و آخرین فیلم که دیدین؟ آخرین فیلم که دیدم فیلم گچ زیاد میبینم قدام نمی روزای رخصتی که میشه یا چی میشه فیلم باز بچه ها و دوست ها میشینیم کدام فیلم نو آمده اون فیلم که در باری سنجیده ساختن برم با بسیار مشکل خور آمدیم دیم آخرین فیلمی که بود دیدم فیلم جالب است واقعا فیلم جالبی بود بخاطر از این مشکلاتی که بود داشت واقعا یک مستند بسیار جالب ساخته بود مستند هنری است اما داستان زندگی بود به هر حال تشکر می کنم از شما براتون موفقیت آرزو می کنم امیدوارم هستم که بخیر یک کس حداقل پیدا شود که از شما حمایت بکنه از سینمای ما حمایت بکنه و بر فیلم تازیتون موفقیت آرزو می کنم سلامت باشید امیدوارم که مصرف کردین دوباره بعد از بیاید تشکر می کنم تشکر سلامت باشید دوستان عزیز سال 1000 دیگر برمیگردیم وقفه کوتاهی داریم